خب به نام خدا عرض سلام دارم خدمت همه دانش آموزان عزیز هشتمی. خیلی خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. با شروع فصل 8 یعنی آمار و احتمال در خدمتتون هستم. خب آقا من عکس‌ها رو براتون فرستادم، تکرار میکنم، عکس کنارت، فیلمم کنارت، با هم دیگه می‌بینی و در واقع متوجه می‌شی. خب علم آمار، آقا علم آمار یعنی چی؟ میگه جمع‌آوری اطلاعات، یعنی داده‌ها، یه سری اطلاعات جمع‌آوری و بررسی آنها را علم آمار می‌گویند. آقا من یه سری اطلاعات رو جمع‌آوری می‌کنم، روی این اطلاعات کار می‌کنم و به این بررسیشون می‌کنم، درست شد؟ تحلیلشون می‌کنم، به این میگن علم آمار. داده آماری یا همون اطلاعات چیه؟ همون داده آماری یا اطلاعات داده آماری؟ اطلاعات عددی را داده آماری می‌گویند. آقا مثلا یه سری عدد بهت میده، مثلا میگه اینا نمرات مثلا ریاضیه یا مثلا نمرات چه میدونم زبانه یا نمرات علوم مثلا یه کلاسه. خب مثلا میگه اینا نمرات ریاضی یه کلاسه، روشون کار کن، بهت میگه روشون چی کار کنی. اوکی، به این نمراتی که میدن بهش میگن داده های آماری، اطلاعات آماری، اطلاعاتی که داره به تو میده، داده های به داده، اینا رو بهت داده، گفته روشون کار کن. اوکی، انواع نمودار، نمودار ستونی برای مقایسه تعداد و مشخص کردن کمترین بیشترین داده آماری استفاده می شود. خب نمودار خط شکسته برای نشان دادن تغییرات در یک مدت مشخص کاربرد دارد. نمودار تصویری برای مقایسه داده های تقریبی کاربرد دارد. نمودار دایره‌ای برای نشان دادن نسبت داده ها به کل و سهم هر بخش کاربرد دارد. حالا ببینیم جلوتر مثالشو داریم. خب دامنه تغییر، آقا اولین استرایی که ما باش آشنا میشیم دامنه تغییراته. دامنه تغییرات چیه؟ اختلاف بیشترین و کمترین داده آماری را دامنه تغییرات میگوین. مثال رو نگاه کن بچه ها، اختلاف بیشترین و کمترین. آقا یه سری مثال دامنه تغییرات داده های زیر رو مشخص کنیم. آقا یه سری داده ما داده 10 و منفی 6 و 27 و 12 و منفی 11 و 8. آقا یه سری داده آماری ما داده گفته چی؟ گفته دامنه تغییراتش رو من بگو. تو باید بری بیشترین داده و کمترین داده رو حساب کنی. آقا بیشترین داده، بیشترین داده چنده؟ نگاه کن 10 منفی 27، 12 منفی 11، 8 27. آقا کمترین داده، کمترین دادمون چنده؟ خب معلوم منفی 11. بچه این اشتباه دورش دایره کشیده، این اشتباه دورش دایره کشیده. بیشترین دادمون 27، کمترین اون منفی 11. خب اختلاف اینا 27 منهای منفی 11. بچه اختلافشون یعنی بزرگه منهای کوچیکه، بزرگه منهای کوچیکه هم خودش منفی 11. خب میشه چی؟ منفی در منفی میشه مثبت 27 به اضافه 11 میشه 38. یعنی دامنه تغییرات ما میشه این شد دامنه تغییرات. آقا دامنه تغییرات ما شد چند؟ شد 38. میانگین داده، بچه ها میانگین همیشه میدونستیم چیه؟ جمع داده ها تقسیم بر تعداد داده ها. آقا جمع تقسیم بر تعداد چجوری مینویسنش؟ اینجوری x بار، یه خط بالاش که بهم میگن ایکس بار، ایکس بار مساوی است با جمع تقسیم بر تعداد. جمع رو با اس نشون میدن، تعداد رو با ان نشون میدن. میانگین میشه جمعشون تقسیم بر تعدادشون. مثال رو نگاه کن، گفته میانگین داده های زیر را به دست آورید. آقا مثال نگاه کن، من یه خط زیر میکشم، مثال رو حل کنیم. داده هامون چیه؟ منفی 4، 10، 13، منفی 18، 8 و 15. خب آقا این داده ها رو من گفتم میانگینش رو حساب کن. خب میانگین مساوی است با x بار مساوی است با جمع تقسیم بر تعداد. آقا جمع یعنی چی؟ یعنی منفی 4 به اضافه 10 به اضافه 13 منفی 18 مثبت 8 مثبت 15. تموم شد. جمع تقسیم بر تعداد،
چند تا مدال داری؟ 1, 2, 3, 4, 5, 6 تقسیم بر 6. آقا اگه اینا رو با هم دیگه همه رو جمع کنی میشه 24، میشه 24 دیگه جمعش با شما دیگه 24 تقسیم بر 6 که 24 تقسیم 6 هم میشه 4. تموم شد. الان تو میانگی رو به همین سادگی حساب کردی، جمع تقسیم بر تعداد. حالا فکر نکن سوال به این سادگی بهت میدن، نه، تو الان داری مفاهیم رو داری یاد میگیری. پس میانگین میشه جمع تقسیم بر تعداد و دامنه تغییرات میشه بیشترین داده منهای کمترین داده، اختلافشون بیشترین داده منهای کمترین داده. آقا دامنه تغییرات بیشترین داده منهای کمترین داده، میانگین جمع تقسیم بر تعداد. خب آقا مثال بعدی نگاه کن، مثال بعدی الفش گفته میانگین 5 درس شده 17.5، مجموع نمرات چنده؟ خب به اینجا نگاه کن، آقا میانگین x بار مگه نمیشد جمع تقسیم بر تعداد؟ حالا گفته میانگینه شده 17.5، یعنی 17.5 من جایگذاری میکنم جاش 17.5 مساوی است با جمع تقسیم بر تعداد. خودش گفته میانگین چند درس؟ 5 درس، تعدادشون 5 شد رو بوده، میانگینم که 17.5، خود جمعش رو ازت میخواد دیگه. حالا حسابش کن آقا، این اگه مخرج یک بگیره این در این ضرب میشه، اینم در این ضرب میشه، درسته؟ S یعنی جمع ضرب داده که میشه خود S مساوی است با 17.5 ضرب داده 5. 17.5 ضرب داده من که جوابش میشه 87.5 دیگه. بچه این ضربه با شما دیگه، دیگه ضربش کنی نه دیگه، ضربش میشینی حسابش کنی. خب پس جمع نمرات من شد چند؟ شد 87.5. آقا میانگین رو به من داده بود، تعداد اینم به من داده بود، جمعش رو میخواست. خب یه معادله خیلی ساده است دیگه، توی درواقع کسری این در این ضرب میشه، اینم در این ضرب میشه. خب به همین سادگی حساب شد. S در یک به این اصطلاح هم میگن طرفین وسطین، طرفین وسطین ضرب در این S در یک ضرب میشه، این دیگه هم در 5 ضرب میشه. S در یک که میشه خود S، جمع میدونم داره که میشه 87.5 به همین سادگی. اما قسمت بش برو صفحه بعدی، برو صفحه بعدی قسمت ب. آقا قسمت ب گفته چی؟ گفته ب میانگین میانگین 14. آقا x بار مگه نبود جمع تقسیم بر تعداد؟ این دفعه گفته میانگین 14 مساوی است با مجموع نمرات 168. 168 اینو این دفعه ازت میخوام، میگه تعداد چند تاست؟ تعداد چند تاست؟ دوباره این مخرج یک طرفین وسطین، آقا 14 در این میشه 14 مساوی است با 168 هم در این میشه 168. معادله است دیگه، دو طرف رو به ضریب مجهول تقسیم میکنم، به 14 تقسیم میکنم، دو طرف رو به 14 تقسیم میکنم، 14 با 14 میره n مساوی است با 168 تقسیم بر 14 که دیگه تقسیم با تو دیگه، دیگه محاسبات با تو 12. پس تعداد درس هم این دفعه شد 12 تا به درس. حله؟ خب آقا این نکته رو این دفعه ولش کن بریم جلوتر، بعد دوباره برمیگردیم به این نکته. حله؟ دوباره برمیگردیم، ولی این نکته رو که گفته میانگین جدول فراوانی رو از رابطه زیر به دست میان حاصل میشود، اینو ولش کن بریم سراغ بعدش، دوباره برمیگردیم سراغ. خب بیا اینجا بچه ها، این فصل اصل قضیهش اینه، اینی که دارم بهت میگم از اینجا به بعد این دیگه اصل داستانه. خب جدول فراوان، اگر تعداد داده های آماری زیاد باشن از جدول آماری استفاده میشن که شامل قسمت های زیر است. آقا مثال رو نگاه کنید، حدود دسته، فراوانی، خط نشان، مرکز دسته یا هم متوسط دسته یا مرکز زرده، اینا رو بلش کن. بیا این دقیقه مثال رو نگاه کن، گفته نمرات ریاضی تعدادی از دانش آموزان به صورت زیر است. گفته نمرات ریاضی تعدادی از دانش آموزان به صورت زیر است. آقا من می‌نویسم نمره ریاضی ها 14.5 و 8 و 7.25 و 3.5 و 18.5 و 14.25
و 2.75 و 10 و 11 و 11 و 19 و 17.25 و 13.5 و 6.5 و 8 و 9. آقا این نمرات ریاضی یک کلاس تعدادی از دانش آموز است. خب الف، جدول فراوانی داده شده را کامل کنید و میانگین نمرات را با استفاده از جدول به دست آورید. خب خوب گوش کن، برو صفحه بعدی، برو صفحه بعدی، برو صفحه بعدی. یه جدول بهت میده، یه همچین چیز رو بهت میده، خوب بهش دقت کن. آقا اینجا می‌نویسه حدود دسته، اینجا حدود دسته، میایم بغلش میشه فراوانی، فراوانی بغل دستش میشه خط نشان، خط نشان. اینجا میگه مرکز دسته، اینجا هم میشه فراوانی، فراوانی ضرب داره، فراوانی ضرب داره مرکز. خب آقا یه همچین جدولی، خب حدود دسته هم خودش بهت داده x بین 0 تا 4، اینجا ردیفشه، ردیف بعدیش x های بین 4 تا 8، اینجا ردیفشه، ردیف بعدیش x های بین 8 تا 12، ردیف بعدی ایکس های بین 12 تا 16، و ردیف آخر ایکس های بین 16 تا 20. خب آقا اینو بهت داده، اینو بهت داده. بچه ها امکان داره یه موقع اصلا جدول رو بهت نده، یعنی خودت باید بکشیش، پس باید حفظ باشی که این حدود دسته، فراوانی خط نشان، مرکز دسته، فلان. خب آقا اینجا فراوانی چیه؟ اولا حدود دسته چیه؟ بچه ها حدود دسته رو معمولا خودش بهت میده، یعنی خودش باید بگه از 0 تا 4، از 4 تا 8، از 8 تا 12، از 12 تا 16، از 16 تا 20. این مساوی داره، یعنی 4 تا 8، یعنی خود 4 هم حسابه، یعنی خود 4 هم این مساوی، یعنی خود 4 هم هست، ولی خود 8 نیست. ببین مساوی نه، 8 تو پایینی هست. خب آقا حدود دسته، برو صفحه قبلی، برو صفحه قبلی، بیا اونجا که نوشته بود حدود دسته، شماره 1 نوشته حدود دسته. از کمترین داده تا بیشترین داده تقسیم بندی می شود. راست میگه آقا، نمرات درسی از 0 تا 20 دیگه، خوام از 0 تا 20 دسته بندی کرده واسه، گفته از 0 تا 4 یا تو این دسته قرار بگیره، از 4 تا 8 یا تو این دسته، 8 تا 12 یا تو این دسته و الی آخر. خب این از حدود دسته. فراوانی، خب اینا رو تو باید بنویسی دیگه. فراوانی به تعداد داده های هر دسته فراوانی میگن. بیا تو سوال، آقا چند نفر داری که نمره‌هاشون بین 0 تا 4، خود 0 هم حسابه. خب بریم ببینیم، این که نیست، این 14.5 نیست، 8 نیست، 7.25 نیست، 3.5، این یه دونه، یه دونه 18.5، 14.25، نه 14.25، 18.5، 14.25، 2.75، این دوتا، این دوتا، این دوتا، 10، 11، 11، 19، 17، 18، 13.5، 6.5، 8، 9. آقا دوتا فراوانی 0 تا 4 دوتاست. ببین فراوانی گفته به تعداد داده های هر دسته، خب تعدادش دیگه دوتا. بیا اینجا 4 تا 8، برو ببین چند تا داده 4 تا 8 داره. آقا 4 تا 8، خود 4 هم حسابه ولی خود 8 حساب نیست، 14.5 8، 8 حساب نیست، 8 میاد پایینیه، 8 7 و 25، یکی، یکی،
این نیست، نیست، 13 نیست، 14 نیست، 25 نیست، 275 نیست، 10 نیست، 11، 11، 19، 17، 25، 13 نیست، 6 نیست، 8، 6 نیست، 6 نیست، 6 نیست، 6 نیست، بینه 4 تا 8 دیگه، 2 تا 8، 9، 8 حساب نبود دیگه، 8 میتوانید، اینجا هم 2 تا دونه برو بعدی، 8 تا 12، آقا ببین چند تا دونه بین 8 تا 12 داری، خود 8 هم حسابه، این یکی، این یکی 8، این نیست، این نیست، این نیست، این نیست، این نیست، این دوتا، ده دوتا، یازده سه تا، این یکی یازده چهار تا، نیست، 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 پنج تا، شیش تا، آقا شیش تا دونه من دارم، شیش تا دارم که بین هشت تا دوازده، حالا چند تا دونه که بین دوازده تا شونزده، چند تا دونه که بین دوازده تا شونزده، برو ببین، این یکی، چهاردهمین یکی، نیست، 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 14 و 25 دو تا، نیست، 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 13 و نیم سه تا، آقا سه تا، سه تا دارم که بین 12 تا 16، چند تا داریم بین 16 تا 20، 16 تا 20، آقا 16 تا 20 بیا، 16 تا 20 بیا جلو، 16، یکی، 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 دو تا، دو تا، دو تا، سه تا، سه تا، سه تا، سه تا، سه تا هم اینجا دارم. آقا سه تا دونه هم اینجا دارم. این شد فراوانی. برو ببین از هر کدوم تو این دستا چند تا دونه داری؟ می‌نویسیش. خط نشان. بیا اینجا تعریف خط نشان. خط نشان. به تعداد فراوانی هر دسته خط می‌کشیم. آقا چند تا دونه فراوانی داری؟ دو تا، دو تا دونه خط بکش، دو تا. آقا چند تا داری؟ دو تا، دو تا دونه خط بکش. 6 تا، 6 تا رو اینجوری می‌کشی، هر 5 تا رو می‌بندی. 1 2 3 4 5. هر 5 تا رو می‌بندی. 6. 3 تا 1 2 3. 3 تا 1 2 3 تموم شد. آقا اگه مثلا 11 تا بود چی می‌چیدی؟ می‌شد اینجوری می‌شد. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هر 5 تا رو هی می‌بندی. 11. اوکی؟ خب، حالا بیا اینجا. پس خط نشان فهمیدی چیه؟ خط نشان فراوانی به دست آوردی به تعدادش خط بکش. برو مرکز دسته. آقا بیا مرکز دسته. مرکز دسته. دو عدد دسته جمع و حاصل به دو تقسیم می شود. بچه ها بیا اینجا. چهار با صفر. چهار با صفر جمعش کن میشه چهار. تقسیم به دو. دو. مرکز دستش دو. خاموش. حالا من کاملش رو برات می‌نویسم، کاملش رو برات می‌نویسم. آقا 4 با 3 حدود دست نگاه کن، عددش رو جمع کن، 4 با 0 4 به اضافه 0 تقسیم بر 2، 4 با 0 میشه 4 تقسیم به 2 میشه 2. بعدی 4 با 8 4 به اضافه 8 تقسیم بر 2، 4 با 8 12 تقسیم به 2 6. تموم شد. مرکز دست یکی 6. آقا یکی 8 و 12، 8 به اضافه 12 تقسیم به 2، 8 و 12 20 تقسیم به 2 10. تموم شد. 12 و 16، 12 به اضافه 16 تقسیم به 2، آقا 12 و 16 میشه 28 تقسیم به 2 میشه 14. تموم شد. 16 و 20، 16 به اضافه 20 تقسیم به 2، آقا 16 به اضافه 20 میشه 36 تقسیم به 2 میشه 18. تموم شد. مرکز دسته هم به دست، پس مرکز دسته میشد دو عدد دسته جمع و بر دو تقسیم میشود. دو عدد دسته جمع و بر دو تقسیم میشود. تموم شد. اما خودش گفته فراوانی ضرب در مرکز. خب بیا فراوانی رو تو مرکز ضرب کن. خب دو ضرب در دو میشه چهار. تموم شد. به همین سادگی. دو شش تا 18 تا. عوض میخوام 12 تا. دو شیشتا دوازده تا. آقا بعدی فراوانی زد در مرکز، شیش ده تا شست تا. تموم شد. اوکی پس به همین ترتیب حسابشون میکنیم. آقا سه تا چهارده تا سه سی چهل و دو تا. آقا سه تا هیجده تا میشه پنجاه و چهار تا. به همین سادگی. ببین پس تو اومدی
فراوانی رو زد در مرکز کرد، این هم شد این. الان جدولت کامل کامل شد، جدولت کامل کامل شد. حالا خوب گوش کن، الفت گفته بود چی؟ گفته جدول فراوانی رو کامل کامل کنید و میانگین نمرات رو حساب کنید. خب آقا میانگین رو، آره راست میگی، من میتونم برم اینا رو یکی یکی جمع کنم، تقسیم بر تعداد کنم، میتونم برم نمرات رو یکی یکی با هم دیگه جمع کنم، تقسیم بر تعداد کنم، ولی بچه تعداد نمرات خیلی زیاده، جمع کنی بیچاره میشی، وقت امتحانت اصلا تموم شده، وقت امتحانت تموم شده، چجوری میانگین حساب میکنم؟ حالا برو اون نکته ای که بهت گفتم ولش کن، چند دقیقه بهش برمیگردیم، برو اون نکته. نوشته میانگین جدول فراوانی از رابطه زیر حاصل میشود. آها ببین، میانگین از این رابطه که میام حاصل میشه، میشه مجموع ستون مجموع اینا مرکز ضرب فراوانی مجموع اینا. بچه ها الان مجموع اینا میشه چند؟ 4 با 12 با 60 با 42 با 54 میشه 172. درسته؟ آره میشه 172. مجموع اینا میشه 172. میشه میانگین x بار x بار x بار میشه مجموع اینا 172 تقسیم بر مجموع ستون فراوانی. مجموع ستون فراوانی، بچه ها مجموع ستون فراوانیمون چنده؟ من این ایکس بار رو اینجا پاک میکنم چون میخوام مجموع ستونم، مجموع ستون فراوانی 2 2 4 با 6 10 16، مجموع اینم 16 میشه این تقسیم بر این. بچه ها پس مجموع این مرکز ضرب فراوانی ها تقسیم مجموع فراوانی ها. بچه ها پس من می‌نویسم آقا ایکس بارمون میشه چند؟ 172 تقسیم بر 16 دیگه، تقسیمش با شما دیگه، جواب شده چند؟ 10.75. یعنی میانگین کل نمرات اینجا 10.75. به جایی که برم یک یک اینا رو با هم دیگه جمع کنم تقسیم بر تعداد کنم، اومدم از این فرمول استفاده کردم، از اون نکته‌ای که بهت گفتم. نکته چی بود؟ مجموع ستون فراوانی ضرب در مرکز تقسیم مجموع ستون فراوانی. تموم شده رفت. خب این از الفش. اما قسمت بش گفته چی؟ گفته آقا نمودار ستونی رو رسم کن. خب نمودار ستونی، بچه ها نمودار ستونی اصلا اسمش معلومه، نمودار ستونی. آقا همه اینجا رو نیا کنم بچه، نمودار ستونی کلن به این شکل، یه نمودار میکشی این چیه؟ آها خب این نمودار میکشی بچه ها، این همیشه فراوانیه، فراوانیه، این خط همیشه نشوندنده فراوانیه، این خط هم همیشه نشوندنده حدود دست است، حدود دست. خب آقا فراوانی ما تا چنده؟ یک تا شیشه دیگه، نهایت هم دیگه تا شیشه. آقا من تا شیش نمیکشم، 1 2 3 4 5 6، این 1، این 2، این 3، این 4، این 5 و این هم 6. اما حدود دستم بچه 4 تا 4 تا رفته دیگه، یعنی اینجا 0 باشه اینجا میشه 4، اینجا میشه 8، اینجا میشه 12، اینجا میشه 16 و اینجا هم میشه 20. درست شد؟ آقا حدود دسته، پس این شد فراوانی، این شد حدود دسته. آقا حدود رستن که 4 تا 4 تا رفته جلو، فراوانی هم که نهایتا تا 6ه. خب حالا بیا اینجا، حالا بیا اینجا آقا، از 0 تا 4 چند تا فراوانی داشتی؟ 2 تا. خب بیا اینجا، از 0 تا 4 تا 2 اومده، این میشه مال 0 تا 4. از 4 تا 8 چند تا فراوانی داشتی؟ از 4 تا 8 2 تا. اوکی این هم تا 2 میاد بالا، این هم تا 2. از 8 تا 12 چند تا دونه فراوانی داشته؟ 6 تا. باش بریم تا 6، میریم بالا تا 6، این 6 دیگه، میریم بالا تا 6. آه این هم از این تا.
آقا از 12 تا 16 چند تا دونه فراوانی داشتی؟ از 12 تا 16 سه تا باش تا سه میگه، یعنی از اینجا سه میشه اینجا، این هم از 16 تا 20 چند تا داشتی؟ سه تا، اوکی این هم میشه تا سه. تو الان نمودار ستونیش هم رسم کرد، یعنی هم قسمت الف رو حساب، قسمت الف گفته بود جدول رو کامل کن و میانگین رو حساب کن، قسمت رو گفته بود نمودار ستونیش رو رسم کن، تموم شده به همین سادگی. آقا پس ما این سوال رو به همین سادگی حلش کرد. خب بریم سراغ احتمال. بچه ها اصل این قسمت، اصل تا اینجا که درستان همین جدول و اینا بود. تو امتحان احتمال زیاد از تو من جدول میخوام، یعنی از تو من به تو هم میگم جدول رو در واسه من بکش، اوکی؟ من به تو میگم جدول رو واسه من بکش. خب حالا بیم احتمال. آقا احتمال یعنی چی؟ اصلا قبل اینکه من به تو احتمال یاد بدم، قبلش میخوام یه چیز دیگه اصلا میخوام به یاد بدم. آقا من به تو میگم یه دونه سکه رو میندازم بالا، میاد پایین، میخوام نگاش کنم، چقدر احتمال داره این مثلا شیر یا خط شیر بیاد، حالا یا رو پشت یا شیر یا خط، چقدر احتمال داره مثلا رو بیاد؟ کلن دوتا حالت داره دیگه، یا رو یا پشته. چقدر احتمال داره رو بیاد؟ 50% دیگه، نصف، یه دوم، یک دوم، نصف احتمال داره رو بیاد، نصف احتمال داره پشت بیاد، اوکی؟ آقا یه بچه‌ای به دنیا میاد، چقدر احتمال داره پسر باشه؟ خب یا پسر یا دختره، 50% پسره، 50% دختره، اوکی؟ پس یه بچه‌ای به دنیا میاد، چقدر احتمال داره پسر باشه؟ یه دوم، نصف. چقدر احتمال داره دختر باشه؟ یه دوم، اوکی؟ آقا تا اینجا رو داشته باش، دو تا مثال واسه زدم، بچه و سکه، چقدر احتمال داره رو بیاد؟ یه دوم، چقدر احتمال داره پشت بیاد؟ یه دوم، چقدر احتمال داره پسر بشه؟ یه دوم، چقدر دختر؟ یه دوم. تو میگی اینو یه دوم، الان میگی آره دیگه منطقیه دیگه، ولی این یه دوم از کجا میاد؟ این یه دوم از کجا میاد؟ خوب به من دقت کن آقا، این یه دومه از اینجایی میاد که بهت میگم مخرجه همیشه میشه تعداد کل حالت ها. آقا یه سکه میندازم، سکه کلن چند تا حالت داره؟ دو تا حالت، این دو. آقا یه بچه به دنیا میاد، بچه کلن چند تا حالت؟ دو. برای همین میگه یه دوم، این از دوه، پس دوه میشه، این مخرجه میشه کل حالت، تعداد کل حالت های ممکن، هر چند تا حالت که داریم. صورت میشه اون چیزی که ما میخواییم. آقا من به تو گفتم یه سکه میندازم، سریع تو میگی مخرج رو، چون سکه دوتا حالت داره. حالا وای میسی ادامهش من بگم، چرا احتمال رو بیاد؟ ما چیشو میخواییم؟ ما روشو میخواییم دیگه بچه ها، ما روشو میخواییم، اون چیزی که ما میخواییم روشه. چند تا حالتشه؟ یه حالتشه، یک دو. آقا یه مثال دیگه، یه تاس میندازم، سریع بگم مخرج میشه 6. آقا یه تاس میندازم مخرج 6، چون تاس کلا 6 تا حالت داره، مخرج سری 6. صورت چقدر احتمال داره عدد 3 بیاد؟ خب عدد 3 چند تا حالتشه؟ یه حالتشه، یک ششم، تموم شد. چقدر احتمال داره عدد 3 و 4 و 5 بیاد؟ چند تا حالتشو من میخوام؟ 3 4 5، 3 تا حالتشو من میخوام، 3 ششم، تموم شد. تو احتمال رو کلا یاد گرفتی، احتمال همین، احتمال یه کسره که صورتش تعداد حالتهایی که ما میخواییم، مخرجش تعداد کل حالتهای ممکنه. آقا یه بچه‌ای به دنیا میاد، چقدر احتمال داره پسر باشه؟ سریع تا میگم بچه، میگه دو تا حالت داره، مخرج که دوه، چقدر احتمال داره پسر باشه؟ خب ما یه حالتشو میخواییم، یا یک دو. آقا یه تاس میندازم، یه تاس میندازم، سریع میگی مخرج چنده؟ 6، چون تعداد کل حالت ها 6 هست. چقدر احتمال داره عدد زوج بیاد؟ زوج ها تو تاش چند هم؟ 2 4 6 3
سه تا عدد داره، سه ششون. حالا توی سوالش هم کنیم بگی یک بود. حالا مهم نیست، سه ششون. آقا چقدر احتمال داره یه تاس میندازم سریع میگیم اخد شیش، یه تاس میندازم سریع میگیم اخد شیش. چقدر احتمال داره عدد کوچکتر مساوی دو بیاد، کوچکتر مساوی دو یعنی خود دو یا یک. چند تا حالت؟ دو تا حالت، دو شیشون حله. فکر کنم دیگه کامل مثلا جا افتاده احتمال یعنی چی. آقا احتمال 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 یک کسره مساوی است با یک کسره که مخرجش تعداد کل حالات ممکنه، تعداد هر چی حالت وجود داره، صورتش تعداد حالتایی که ما میخوایم، تعداد حالتایی که ما میخوایم بهش اصطلاحا بهش میگیم تعداد حالتای مطلوب، تعداد حالتای مطلوب. بچه ها مطلوب یعنی همون مطلوب ما باشه، ما دوستش داریم، اون چیزی که ما میخوایم مطلوب ما هم. حله؟ خب حالا یه برگشتو بیاد میگه احتمال یا اندازه‌گیری شانس. احتمال رخ دادن هر اتفاق از رابطه زیر به دست میاد. احتمال مثلا تعداد حالتهای مطلوب تقسیم تعداد کل حالتها، تعداد کل حالتهای ممکن، حالات ممکن. خب بچه ها پس احتمال همیشه یه دونه کسره، اوکی؟ و پس تا اینجاش یاد گرفتی که احتمال یک کسره، مخرجش تعداد همه حالتهای ممکنه، صورتش حالتهایی که ما میخوایم. حالا خوب گوش کن بچه ها، احتمال همیشه نهایتاً یکه و کفش هم صفر، یعنی بین صفر تا یکه. یعنی چی؟ من نیا کنم آقا من به تو میگم یه تاس میندازم سری، تو میگی مخرج میشه شیش، مخرج شیش. چقدر احتمال داره عدد منفی سه بیاد؟ میگی هیچی، اصلا منفی سه ما تو تاس نداریم که، پس احتمال این موضوع صفره. حله؟ صفره. پس این احتمالش صفر. حالا من میگم پس این شد صفر، پس کف احتمال صفر. آقا هیچ صفر درصد، هیچی احتمال نداره، صفر. حالا من میگم یه تاس میندازم سریع میگیم اخذ شیش، چقدر احتمال داره یک دو سه چهار پنج شیش بیاد؟ من همه حالتاشو میخوام، یعنی صورت هم میشه شیش، یعنی میشه شیش شیشو میشه یک. بچه ها من یه حالتی بهت گفتم که شد صفر، یعنی هیچی نشد شد صفر، بیشترین حالتش هم شد یک، یعنی احتمال کفش صفر سقفش یکه. حله؟ پس احتمالی که ما معمولا میخوایم بین صفر تا یکه. مثلا آقا یه بچه به دنیا میاد مخرج سریع میشه دو، چقدر احتمال پسر باشه؟ خب یک دوم، یک دوم بین صفر تا یکه دیگه. آقا یه تاس میندازم مخرج سریع شیش، چقدر احتمال عدد دو و سه بیاد؟ دو تا شما هم میخوام، دو دو شیشم یا یک سوم، یک سوم بین صفر تا یکه دیگه. پس تو هر احتمالی رو که نگاه بکنی بین صفر تا یکه، یا احتمال را خود صفر یکم باشه، مثل این مثالی که برات زدم. خب نکته میگه احتمالی که رخ دادن اون غیر ممکن باشد با عدد صفر نشان میدن، صفر. احتمال ممکن را با عدد کسری بین صفر تا یک نشان میدن، بهت گفتم بین صفر تا یک. احتمال حتمی با عدد یک نشان میدن، مثل اینکه بهت گفتم تاس میدازم مخرج شیش، چقدر احتمال را همه عددا بیاد؟ یک دو سه پنج شش، من شش حالتشو میخوام دیگه، شش شش میشه یک. مثال الان مثاله باید مثل آب خوردن باشه واسه، مثاله باید مثل آب خوردن باشه واسه. من اینو میذارم باشه، این بمونه. مثال یاد کن، در پرتاب یک تاس احتمال های زیر را به دست آورید. الف احتمال آمدن عدد زوج مضرب سه. بچه ها اولا گفته در پرتاب یک تاس، سری میگی مخرج شیش، این که از آمدن عدد زوج مضرب سه. آقا توی یک تا شیش چند تا عدد زوج داری که مضرب سه باشه؟ چند تا داری؟ یه دونه دیگه، شیش، خود شیش.
خود 6 دیگه، بین 1 تا 6 تو تاس چند تا عدد زوجی داری که مزرب از زوجش کنن؟ 2 4 6 دیگه. خب کدومش مزرب 3 6 دیگه؟ یعنی من یه حالتشو میخوام، 1 6 تمومش. ب، احتمال آمدن عدد کوچکتر مساوی 4. بچه ها مرکزش 6 هم چنان دیگه، چون تاسه دیگه. کوچکتر مساوی یعنی مساوی، یعنی خود 4 هم هست دیگه. 4 3 2 1 من 4 تا حالتشو میخوام، 4 6 میتونم سالش هم بکنم، میزنم 2 3 به 2 ساله دومه. جیم، جیم، احتمال آمدن عدد اول، عدد اول بچه ها بین 1 تا 6 که تاسه، اولا بازم مخرج چنده؟ مخرج که 6 کاری بهش نداره چون تاسه دیگه. صورت عدد اول تو تاس 1 تا 6 دیگه، بین 1 تا 6 عدد اولاش کدوم هست؟ 2 3 5 دیگه، این 3 تاست. چند تا حالت شد؟ 3 تا، 3 6 یا سادش هم کنی به 3 میشه 1 2 به همین سادگی. دید چقدر ساده حلش کردی؟ مثال بعدی نیا کن. در یک کیسه 4 مهره قرمز، 2 مهره زرد و 3 مهره سفید است. بچه ها 4 تا مهره قرمز، مثال رو نیا کن، این مثال رو اینجا می‌نویسم. مثال 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 4 تا از مهره ها قرمزه، 2 تاش زرد، 3 تاش سفیده. بچه ها مخرجم، مخرجم هر اصلا هر چی که ازم بخواد، مخرج میشه تعداد کل حالتهای ممکن دیگه، درسته؟ مخرج میشه تعداد کل حالتهای ممکن. آقا کلش یه 4 داری، 4 تا قرمز، 2 تا زرد، 3 تا سفید، 4 2 6 با 3 میشه 9. مخرج قطعا 9. تموم شد راه. آقا مخرج قطعا 9. حالا میگه یک مهره رو تصادفا بیرون میآوریم. خب برو صفحه بعدی. الف، احتمال بیرون آوردن مهره قرمز. بچه‌ها بچه‌ها مگه ما کلمون که شد 9؟ این الف دیگه، من الف رو بنویسم. الف، الف آقا کل که شد 9. اینجا الفش از ما قرمزا رو میخواد. یه چند تاش قرمز بود؟ 4 تاش میشه 4. ما 4 تاشو میخوایم دیگه، ما قرمزاشو فهم. ب، گفته احتمال بیرون نیامدن مهره سفید. آقا مخرج که 9، مخرج که 9، بیرون نیامدن یعنی سفیدا رو نمیخوایم، اون یکی ها رو میخوایم بیاد بیرون. خب اون یکی ها چیا بودن؟ قرمز بود و زرد بود دیگه. 4 تا قرمز بود، 2 تا زرد میشه 6، جمعش میشه 6 به همین سادگی. 6 9. حالا میتونی سادش هم بکنی، بنویسیش 2 3 جفتش به 3 ساده میشه دیگه، میشه 2 3 به همین سادگی. آقا پس شما توی احتمال مخرج که میشه کل حالت صورت اون چیزی که از تو میخواد، اینجا گفته احتمالی که مورد قرمز بیاد، خود 4 تا دونه قرمز داری میشه 4. اینجا گفته چی؟ اینجا گفته احتمال نیامدن سفید، یعنی سفید رو بذار کنار بقیه‌شون، میشه 6 تا. 4 تا قرمز بود، 2 تا زرد میشه 6. خب نکته گفته مجموع احتمال ها در یک مسئله همواره عدد یک است. خب طبیعیه بچه ها، بیشترین حالت احتمال چنده؟ 1. بیشترین حالت احتمال چنده؟ 1. آقا من یه مثال واسه بزنم، یه بچه به دنیا میاد سریع بگیم مخرج بود، چقدر احتمال پسر باشه؟ 1-2. چقدر احتمال دختر باشه؟ 1-2. کل حالتاش شد پسر باشه و دختر باشه دیگه. این دو تا رو با هم دیگه جمع کنی میشه چند؟ میشه 2-2 خون که میشه 1. پس احتمال همیشه مجموع کلش میشه 1. پس نکته مجموع احتمال ها در یک مسئله همواره عدد 1 هست. یعنی چی؟ نوشته یعنی احتمال رخ دادن به اضافه احتمال رخ ندادن کلش با هم میشه 1. احتمال رخ دادن به اضافه احتمال رخ ندادن میشه یک. مثال رو نیا کن، احتمال آمدن رنگ سبز در یک چرخنده 3/10 است. ببین احتمال آمدن سبز چنده؟ 3/10. درسته؟ احتمال نیومدنش چنده؟ خب بچه ها احتمال اومدنش به اضافه احتمال
نیامدن سبز جوابش میشه یک دیگه، احتمال همش با هم جمعشون میشه یک، احتمال اومدنش با احتمال نیامدنش میشه یک. حالا احتمال اومدنش چنده؟ خودش گفته احتمال اومدنش 0.3. خب 0.3 به اضافه احتمال نیامدن سبز شده یک. خب یه معادله است دیگه، 0.3 میبریم اون بر میشه منفی 0.3. خب احتمال نیامدن سبز میشه چی؟ میشه 1 - 0.3. یه مخرج مشترک خیلی ساده است، به این میدی 1، اونم که حساب کنی میشه 0.7. پس احتمال کلش میشه 1. خب اومدنش که 0.3. خب نیومدنش حساب کن دیگه، خیلی ساده معادله است، این به اضافه مجهول شده 1. معلومه یه طرف مجهوله یه طرف، 0.3 میره میشه 1، میره میشه 1 ولی علامتش میشه منفی و حساب میشه میشه 0.7. به همین سادگی. حالا گفته حالتهای ممکن در یک پیش آمد، حالتهای ممکن در یک پیش آمد. آقا میشه چی؟ برای به دست آوردن کل حالت ها میتونم از جدول نظامدار یا نمودار درختی استفاده کنم. بچه ببین تو مثال دیگه، الان تو چه میدونی جدول نظامدار چیه؟ یا چه میدونی نمودار درختی چیه؟ باید بری تو مثال متوجه بشی دیگه. بیا اینجا مثال، یک سکه و یک تاس رو با هم پرتاب میکنیم، یه سکه و یک تاس رو با هم پرتاب، تمام حالت های ممکن رو به روش جدول نظامدار و نمودار درختی به دست آورید. بچه جدول نظامدار یعنی این؟ جدول نظامدار یعنی اینی که میخوام بگم یه جدول میکشید به این شکل. خب بچه ها گفته تاس و سکه دیگه، یه برشا میزنم تاس، یه برشا میزنم سکه. خب بچه ها سکه کلا چند تا؟ دو تا حالت داره دیگه، رو و پشت، درسته؟ تاس کلا چند تا حالت داره؟ 6 تا، یا 1 یا 2 یا 3 یا 4 یا 5 و یا 6. ببین پس تاس شد 1 - 5 = 6، سکه شد رو و پشت. حالا میخوایم تعداد کل حالت ها رو در نظر بگیریم دیگه. بچه ها یا یک بار رو میاد، یا یک بار رو میاد، یا دو بار رو میاد، ببین دو بار رو، سه بار رو، چهار بار رو، پنج بار رو، شیش بار رو، یا اینه. حالا یا یک با پشت میاد، یک با پشت میاد، یا دو با پشت میاد، یا سه با پشت میاد، یا چهار با پشت میاد، یا 5 با پشت میاد، یا 6 با پشت میاد. حله؟ یکی از ایناست دیگه. پس تعداد حالتش میشه چند تا؟ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. تو کلا یه تاس و یه سکه رو با هم پرتاب کنی 10-12 حالت امکان داره پیش بیاد. نمودار درختیش چجوری میشه؟ آقا من میام یه کار میکنم، میگم تاسم یا 1 میاد، یا 2 میاد، یا 3 میاد، یا 4 میاد، یا 5 میاد، یا 6 میاد. اوکی، حالا این تاس، حالا سکه، خود این یکه با سکه امکان داره خودش دو تا حالت داره، یا رو بیاد یا پشت بیاد، دوباره یا رو بیاد یا پشت بیاد، سه یا رو بیاد یا پشت بیاد، چهار یا رو بیاد یا پشت بیاد، پنج یا رو بیاد یا پشت بیاد، دوباره 6 یا رو بیاد یا پشت بیاد. بچه ها این شد تاس، اینا شدن سکه دیگه، اینا شدن سکه، اینا هم شدن تاس. آقا کلن چند تا حالت شد؟ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. یک با رو، یک با پشت، دو با رو، دو با پشت، سه با رو، سه با پشت، چهار با رو، چهار با پشت، پنج با رو، پنج با پشت، و 6 با رو و 6 با پشت. پس این شد جدول نظامدار، این شد نمودار درختی، به صورت درختی اینجوری. خب تا
دوستان فصل 8 مون هم به اتمام رسید، فصل آمار احتمالمون به اتمام رسید. انشالله با فیلم بعدی، توی فیلم بعدی با شروع فصل 9 در خدمتتون هستیم، یعنی فصل آخر. انشالله توی فیلم بعدی با شروع فصل 9 در خدمتتون هستیم. فعلا خدا نگهدارتون باشه.